آیندگی ایران. امروز پنجشنبه دوم مرداد برابر است با 23 ماه ژوئیه 2020 میلادی. برنامه بررسی رویدادها رو از تلویزیون رنگین کمان آغاز می‌کنم. قبل از هر چیز من می‌خوام تبریک بگم، آفرین بگم، تحسین کنم این همبستگی که مردم ما در مقابل دو موضوع از خودشون نشون دادن توی این یکی دو هفته اخیر که واقعا شاهکاری بود، نشان دهنده قدرت همبستگی و مبارزه بدور از خشونت، یکی در اعتراض به اعدام سه جوان که در آبان ماه بازداشت شده بودند و به طور کلی مخالفت با اصل اعدام بسیار کارساز بود، به طوری که تعداد مخالفت‌ها تا 11 میلیون و بعدم به 17 میلیون نفر رسید و واقعا سرگیجه گرفته بودن سردمداران نظام، راهی جزی ندیدن که انترنت رو قطع کنن. و مورد دومم که قابل تحسینه و سپاسگزاری میکنم از مردم غیورمون، مردم مبارزمون، آزادیخواهمون، مسئله مخالفت با قرارداد ننگینی که قرار است جمهوری اسلامی برای حفظ نظامشون و برای ادامه موندن در قدرت و چپاولگری میخوان با چین منعقد کنن. و این مخالفت بسیار شدید بود و این همبستگی قابل تحسین بود و اطلاع دارید که دو واکنش متفاوت در این مورد در ایران روی داد. یکی سیاری از افسران عالی رتبه ارتش مخالفت کرد با این قرارداد و گفت ما که این همه جوان فدا، این همه فداکاری کردیم، این همه جوان ایرانی جان باختن برای اینکه یک وجب از خاکمون رو عراق نتونه مسلط بشه و از ما دست ما خارج بکنه، به هیچ وجه ما ارتشیان زیر بار این ننگ نمیریم که چین بخواد بیاد خاک سرزمین ما رو اشغال کنه و ما مقابله میکنیم و در مقابل تسلیم خاکمون خواهیم جنگید، که البته وحشت شدیدی در میون سردمداران نظام ایجاد کرده. چرا؟ برای اینکه نشان دهنده دیدگاه ارتشیانه، نه فقط شخص سیاری. به این دلیل شنیده شده، تا چه حد صحت داره یا نه من نمیدونم، ولی گفته شده که به دنبال این سخنرانی ایشون بازداشت شده و تحت فشار و شکنجه قرار گرفته که حرف خودشو پس بگیره و مخالفت نکنه، که بدون تردید ایشون تا پای جان هم خواهد ایستاد و تایید نخواهد کرد قرارداد ننگینی که ملاها و روزخونا و آخوندها میخوان برای ادامه تسلطشون و ادامه چپاول دوزیشون با چین ببندن، که در مورد این حالا صحبت خواهیم کرد. ولی از طرف دیگه دو تا از این روزخونا سر صداشون در اومده، یکی گویا در شیرازه، گفته تمام مفاد این قرارداد در قرآن اومده، یعنی که الله 1450 سال پیش مسئله چین رو مطرح کرده، اصلا تمام امامان ما در صدر اسلام خیلی بعید میدونم، حتی خلفای راشدین بعید میدونم که میتونستن احساس کنن یا تشخیص بدن یا روی نقشه ببینن که چین کجا هست، اصلا چینی وجود داره یا نه. ما ایرانی ها به قدر چین از ما دور بود که این اصطلاح بود که گفتن چین و ماچین، یعنی بعد از اون که شامل کره و ژاپن میشه.
بنابراین روزخونی برای منافع شخصی و دنیوی خودش که احتمالا میخواد تو کیسه بذاره با خودش تو قبر ببره این پولا رو، این هم ادعا کرده که این قرارداد در قرآن اومده و از روی قرآن تنظیم شده. از طرف دیگه هم یه آخوند دیگه پیدا شده گفته در 1400 سال پیش یه چینی را افتاده از چین و اومده رفته خودش رسونده به نمیدونم مدینه یا مکه و اونجا گفته که من برای اسلام اومدم و من شیعه هستم و گفتن به هر حال خلفای راشدین هستم، ابوبکر و عمر و عثمان و علی، گفته نه 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 اینا رو من قبول ندارم، من فقط علی رو قبول دارم. آخه اینقدر اینها دروغ میگن، اینقدر هزیون میگن، اینقدر پرتن که نمیتونه احساس بکنه آخه در اون موقع از چین که چطور یه نفر پاشد راه افتاد، از چه راهی اومد، از دریا اومد، از خشکی اومد، اومد و رفت اونجا با چه زبانی با این عربایی که سواد نداشتن، یعنی حتی در اون موقع صد تا سواددار نداشتن، خود قرآن از حفظ میکردن به جایی که بنویسن. بعدها عثمان اومد و اینا رو از حفظ کردنها استفاده کرد و به صورت قرآن امروزی در آورد و بخشای شد حفظ کرد. این کدومشون چینی میدونستن و اون چینی چجوری عربی میدونستن، این واقعا نمیدونم اسمشو چی میشه، ابلهی نفهمی نمیدونم. به هر روی این مسئله پافشاری مردم، مخالفت مردم در دو جهت واکنش نشون داده شده، یکی واکنش ارتشیان دلاور میهندوز که در مقابل جمهوری اسلامی هم استقرار جمهوری اسلامی هم بیشترین کشته رو دادن، افزون بر رحیمی و خسروداد و دیگران و جهانبانی بزرگترین خلبان زمانش، و همینطور موردهای بعدی بود که به عنوان مثال امین افشارها سه تا برادر بودن از امیران ارتش و هر سه میهندوز و عاشق ایران، هر سه به دست جنایتکاران اسلام پناه یا مدعی اسلام ناب محمدی کشته شدن. بر روی مقاومت ارتش بی تردید اینا رو نگران کرده و اگر این بازداشت درست باشه نشان دهنده ترس و وحشتشونه. و از طرف دیگه هم آخوندها به دست و پا افتادن که یه راه قرآنی و یک راه مذهبی و اینو برای این چیز پیدا بکنن، ابلهانه میخوان راه حل دینی و مذهبی برای این موضوع پیدا بکنن. اما مطلب دیگه که من میخوام بگم واکنش گروه های چپه که یک موقعی که روسیه شوروی وجود داشت آموزگار بزرگ استالین براشون بود و روی حرف اون نمیشد صحبت کرد، در ایران منظورم هست، احتمالا در بعضی کشورهای دیگه که من اطلاع ندارم، و حتی اگر قهرمان ایرانی قهرمان روسیه رو شکست میداد بعضی از این چپ ها گریه میکردن چطور ممکنه که قهرمان ایرانی بتونه قهرمان روسیه سرزمین مادر بزرگ رو شکست بده. خب حالا بعد از فروپاشی که من همیشه گفتم متلاشی شدن روسیه شوروی، دیگه نه اون آموزگار بزرگ خلق‌ها وجود داره نه روسیه شوروی وجود داره، بنابراین در ایران هواداران چپ یا چپ‌های هوادار روسیه شوروی به دو بخش تقسیم شدن. یک بخششون دیگه گذاشتن روسیه شوروی وجود نداره، اینها به جمهوری اسلامی پیوستن یا جناح تندرو یا جناح تداوم طلب که میخواد با تغییرات این نظام باقی بمونه به اینا پیوستن، یا احتمالا به در خدمت غربی ها در اومدن، یا هر دو، یعنی ضمن این که با اینا هستن از اونورم به اونها پیوستن. این گروه رو
خودشون میگن چپ بریده، یعنی یکی از اصطلاحات یکی از هموطنان ما اینه که اینا چپ‌های بریده هستن. ولی بنابراین مفهوم این اینه که ما یه چپ‌های نابریده هم داریم که شامل حال همیشون میشه، که با این که در هر برنامه یه ساعتش 20 تا کتاب و اسم میبره و 30 تا اسم افراد میبره و تاریخچه بردهداری و نمیدونم اینها رو میگه، ایشون راه پیدا کرده. اولا تا حالا به جای روسیه شوروی میگفت فدراسیون روسیه، حالا هم رفته به سمت چین و ادعا میکنه که چین به هر حال کسانی که در چین در رأس قدرتن کسانی هستن که جانشین ماو هستن، ماوی که بیش از 20 سال برای سرنگونی استبداد چنگکاچک و استعمار ژاپن و سایر کشورها جنگی. میگم چرا میگم سایر کشورها؟ برای که حدود 100 سال پیش به دلیل فشاری که استعمارگران آورده بودن به چین، یک گروه از جوانان چین به نام مشزنا یا بوکسرها ایجاد شدن و اینا به جون خارجی ها افتادن، سفارت اونا، و ضربه سنگینی به کشورهای استعماری اون روز وارد کردن و اینا ناچار شدن 8 تا کشور به اتفاق هم که ژاپن هم جزش بود و اینها دست به دست هم اومدن و این نهضت مرسنا رو شکست دادن و تونستن قرارداده بسیار سنگینی بر چین تحمیل کنن. بنابراین ماو بیش از 20 سال برای سرنگونی استبداد و خودکامگی چنگکاچک جنگی و قطع استعمار ژاپن و در اثر شجاعتش، درایتش، بعد از اون عقب اون راه پیمایی و عقب نشینی تاریخی که 10,000 کیلومتر عقب نشست، همسرش از دست داد، برادرش از دست داد و هزاران، شاید 10,000، 100,000 چینی در این راه پیمایی و عقب نشینی کشته شدن. حالا این هموطن ما ادعا میکنه که این آقایونی که الان قدرت دوم جهان شدند، اینها جانشینان ماو هستن. نه خیر، مگر کسایی که جانشین انقلاب روسیه در روسیه شوروی شدن و تمام قرارداد استعماری رو با کشورهای همسایه از جمله ایران ملغا کردن، بعد از مدتی که احساس این کردن که قدرت دارن، ارتش سرخ به وجود آورده بودن، تروتسکی به وجود آورده بود، همینا تمام کشورهایی رو که آزاد شده بودن، مجددا آزاد شده بودن از استعمار تزار، مجددا به صورت استعمار روسیه شوروی در آوردن. بنابراین بحثی که سابق کردیم که همونطور که قدرت انسان رو فاسد میکنه، قدرت دولت ها رو هم فاسد میکنه. ما نمیتونیم بگیم آمریکایی که به رهبری واشنگتن، که لافایت ژنرال فرانسه هم همراهش میکرد، موفق شدن انگلیس رو شکست بدن، استعمار انگلیس رو شکست بدن و این 13 کشور رو مستقل بکنن، امروز آمریکایی که ترامپ و قبل از اون دیگران، ریگان رو نمیدونم اینها، در رأس قدرت بودن، اینا جانشینان همون کسایی هستند که برای کسب استقلال با انگلیس جنگیدن و انگلیس رو شکست دادن. همونطور که گفتم روسیه شوروی وقتی قدرت گرفت، دیگه سیاست زمان انقلاب 1917 نبود. فرانسه وقتی انقلاب کرد و 1789 و اون قانون اساسی که در حقیقت حقوق بشر میتونیم بگیم هست، تنظیم کرد، مگه بعد از ناپلئون که قدرت پیدا کرد و نیروی دریایی قوی پیدا کرد، شروع نکرد به استعمار کردن کشورها در آفریقا و آسیای جنوب شرقی، به خصوص لاوس و ویتنام و دیگران؟ نمیشد. حتی ژنرال دوگل با تمام شخصیتش، با تمامی که فرانسه رو در جنگ دوم نجات داد و به عنوان یک قدرت جهانی او رو قبولوند، هنوز عاشق این مستعمرات بود. نمیشد گفت که چون ژنرال دوگل در رأس قدرت بود، اینا جانشینان انقلاب فرانسه هستن. بنابراین در چین هم کسانی که امروز در رأس قدرت هم، به دلیلی که چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا شناخته شده و ژاپن رو چندین سال پشت سر گذاشته،
اینها دنبال اینن که در خارج از کشورشون یه جاهایی به عنوان ماهواره، به عنوان وابسته، به عنوان مستمره برای خودشون به وجود بیارن. بنابراین ما نباید حرف این هموطن رو قبول کنیم که قدرت های کسانی که در چین در قدرت هستن اینا رو جانشین ماو تسونگی بدونیم که بیش از 30 سال برای آزادی چین و برای سرنگونی صدار مبارزه کرد. در این مورد صحبت زیادی میشه کرد، ولی من برمیگردم به مطالب دیگه که امیدوارم. بله، حالا برمیگردیم به این که به هر حال این قرارداد وقتی دو طرف قرارداد میبندن یا دو شرکت قرارداد میبندن یا دو ملت دو دولت، همیشه ضعیف بازنده است و قوی برنده است. به همین دلیل که یکی از شاعرای ما که من اسمش رو نمیدونم چی بوده گفته بود بیا قوی شو اگر عزم زندگی داری که در نظام طبیعت ضعیف با مال است. و این الان شامل حال دولت ما میشه، دولتی که از ما نیست، ضد بشر، ضد ایرانی، عاشق قدرت، برای حفظ چپاول و در پایین ترین موضع زد وقتی این قرارداد میبنده با یک کشوری که دومین قدرت اقتصاد دنیاست، ندیده میشه گفتش که برنده چینه و بازنده جمهوری اسلامی. و حالا چرا خامنه‌ای این همه مملکت رو به فروش گذاشته که صدای ملتی در اومده، صدای ارتش در اومده، چرا این کارا رو میکنه؟ کسی که در بیمارستان زندگی میکنه، یعنی اصلا ایشون در خونه نیست، بیمارستان براش درست کردن با تمام تجهیزات و پزشکان و اینها اونجاست. به همین دلیل وقتی که مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق رفت دیدن ایشون، دیدیم که در جای همیشگی نبود، به سرعت در همون اطراف بیمارستان یه سالانی درست کردن. به پذیره که دید هموطن ما پوشیده نبود، دقیقا متوجه شدن که این جای همیشگی دیدارها و قرار ملاقاتش نیست. حالا چرا خامنه‌ای که در این وضعیت سخت جسمیه و امیدی به بقای خودش نداره این همه خیانت، این همه جنایت، این همه ضد بشری، این همه ضد ایرانی به کار میبره؟ من موندم متعجب. شاید ایشون هم مثل رفسنجانی فکر میکنه پولایی رو که اندوخته و حتی از فروش پیکان بود، نمیدونم رای بود، یه رقمی میره به حساب، فکر میکنه اینا رو مثل رفسنجانی با خودش به گور خواهد برد و یه جایی اونجا محفوظ میکنن، در آینده پیدا میشه. ولی این نقطه ضعف خامنه‌ای رو نه تنها همه میدونن، بیش از همه چین میدونه. این در یه شرایط بسیار سخت و در حالت سرنگونی است و حاضر هر امتیازی رو برای بقای خودش به چین بده. نیاز به پول داره و به هیچ قیمت حاضر نیست از پولایی که در خارج اندوخته کرده به نام خودش، پسرش، نمیدونم برادراش احتمالاً، اینها رو بیاره و مملکت حفظ کنه. همین مملکتی که خودش رو رهبرش میدونه، همین نظامی که خودش رو رهبر میدونه، به هیچ قیمت حاضر نیست از این پولا استفاده کنه. و چون در ایران هم دیگه نمیشه مردم رو بیش از این زیر فقر برد و مملکت به حالت عصیان کشیده شده، هر آن ممکنه منفجر بشه و این ایشون ناچاره هزینه های سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و اینها رو پرداخت بکنه، ناچار میخواد این مملکت ایران رو بفروشه و این پول بگیره، همچنان رهبر اونهایی که در سوریه برده، پاکستان و افغانستان و عراق و بنگان شیعیان برده اونجا و بیشترشون هم به کشتن داده و حزب الله برای سینه بزنه، ناچار میخواد این هزینه ها رو با کمک چین که مملکت رو بیاد بخره با هر شرایطی و ایشون بتونه اون پول رو به دست بیاره.
اما مسئله جالب اینجا اینه که چین یک رقم میلیاردی بالا به دلیل خرید نفت در گذشته بدهکار به جمهوری اسلامی. یعنی اگر قرار بشه قبل از هر قراردادی کاری بشه اول باید اون پولها برگرده به ایران. چرا چین بر نمیگردونه؟ چینی که بدهیش رو بر نمیگردونه چطور میشه روی قرارداد آینده با او حساب کرد؟ روی او حساب کرد. خب اینجا باز دو حالت ممکن اتفاق دو حالت ممکنه باشه. یکی اینه که ممکنه چین هنوز از تحریم آمریکا میترسه و میترسه این پول رو که مورد تحریم قرار گرفته اگر پرداخت کنه با واکنش آمریکا قرار بگیره و زیان بیشتر از اینی شامل حالش بشه. این یه حالت. یه حالت دیگه اینه که دقیقاً میدونه خامنه‌ای در شرایط اسفناکی قرار گرفته، میگه این پولا رو هم نمیدم که بیشتر محتاج بشه و زودتر این قرارداد رو امضا بکنه. این یه مورد که قابل بررسیه. مطلب دیگه اینه که همین آقای رهبر جمهوری اسلامی که یه موقع میگفتن نماینده الله روی زمین، یعنی زمین هم سیاره زمین و ایران، ایران و سیاره زمین میدونست، حالا به جای رسیده که میگن الله نماینده رهبره، یعنی این رهبر میتونه الله رو تعیین کنه که دستور بده در آسمان ها چیکار، اونم آسمان هفتم و ششم و پنجم و همون چیزهایی که 1400-500 سال پیش تصور میکردن که آسمان ما طبقات مختلف داره. چرا این آدم برای بستن این قرارداد یا فرستادن متنی برای این قرارداد یا پیغامی به رهبران چین، چرا علی لاریجانی رو میفرسته؟ علی لاریجانی که در قوه اجرایی نیست، چرا وزیر خارجه رو نمیفرسته؟ چرا رئیس جمهورش رو نمیفرسته؟ کسی رو که رئیس مجلسه و هیچ کار اجرایی نداره او رو میفرسته؟ باز اینجا دو حالت ممکنه باشه. یک اینه که ایشون به دلیل آگاهی کاملی که داره، که من در فرصت بعدی اگر امروز نشه خواهم گفت، با آگاهی کاملی که وابستگی این برادران لاریجانی با سازمان اطلاعاتی MI6 انگلیس داره و آقایی به نام توری در بازداشت از در دادگاه برملا کرد که کسی از انگلیس هر چند ماه یک بار می اومد ایران و ایشون اینا دستور میداد، آقای حسن روحانی دستور میداد همه جور مشروع در هتل خوبی زندگی کنه، همه جور مشروع، حتی دختر برای این آقا، این آقای انگلیسی بفرستیم که بعدها و برادران چیز، برادران لاریجانی هم نزدیکترین افراد این بودن و مرتب قربون صدقهش میرفتن، پذیرایی میکردن. چندین بار که این آدم اومد رفت میگم ما متوجه شدیم که این رئیس سازمان MI6 انگلیسه، به عنوان یه انگلیسی در ایران میاد و خب میدونید که جاسوسی دختر این لاریجانیه. قوه قضایی هم که یکی دو سال پیش رو رفت که اسناد رو میدوزیده و به انگلیس میفرستید. بنابراین خامنه‌ای نمیتونه ناآگاه باشه به وابستگی این برادران به دستگاه جاسوسی انگلیس، اگر نگیم فراماسونی اسکاتلند، لااقل به دستگاه جاسوسی انگلیس. اینو خامنه‌ای میدونه. بنابراین چرا به جایی که شریف بره به عنوان وزیر خارجه یا رئیس جمهورش بره به عنوان رئیس جمهور اسلامی، چرا علی لاریجانی میره؟ باز دو حالت ممکنه باشه. یک اینه که با آگاهی که وابستگی اینا داره، به طوری که گفته شد که این آقای علی لاریجانی تمام مورد و کلمه به کلمه به اطلاع رهبر میرسونده، همونطور که لابد کلمه به کلمه به اطلاع دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی انگلیس هم میرسونده. پس یک حالت اینه که ایشون آگاهی داشت و داره وابستگی اینا رو و میخواد بگه که حالا در مورد سیاست انگلیس هم باید موقعی صحبت بکنیم، تغییراتی که در سیاست انگلیس در این چند سال پیش اومده. ولی به هر حال اگر این لاریجانی کلمه به کلمه اطلاع رهبر میرسونده، به دلیل وابستگی کلمه به کلمه یا جمله به جمله به اطلاع دستگاه جاسوسی انگلیس
میرسونه. یک این میتونه باشه، یکی دیگه هم اینه که میخواد به رئیس جمهور چین و رهبران امروزی چین ممکنه میخواد به اینا تفهیم کنه که شما در ایران با من طرفیم، نه با دولت. دولت هیچ کار است، من نماینده الله یا من نمیدونم بالاتر از الله، با من طرفیم. بنابراین این یه حالت اینه که میخواد به اونا حالی بکنه. اگر هم فکر کنیم که میخواد به اونا حالی کنه که قدرت دست منه، هیچ لزومی نداشت علی لاریجانی رو بفرسته. به هر حال اینا سوالاتیه که مسلماً در آینده جواب پیدا خواهد کرد. ولی یکی از دوستای ما که جزء چپ نابریده هست که فدراسیون روسیه رو جانشین روسیه شوروی کرده بود سالها و الان هم اون میهن مادر رو از روسیه برده به چین و معتقده که هر کسی با این قرارداد مخالفت بکنه طرفدار سرمایه‌داری دنیاست و تهدید میکنه. یه زمانی بود که مارکسیست‌های ایران وقتی اومدن از فلسفه مارکس دفاع بکنن، صحبتی اگر ایرادی گرفته میشد میگفتن این فلسفه مارکس علمیه، بنابراین شما با علم مخالفی، اینطوری میکنیدن. حالا این آدم نمیتونه اون اصطلاح قبل از انقلاب به کار ببره و به هر کسی بگه که شما مخالف علمی. حالا ایشون یه وسیله دیگه پیدا کرده، هر کی خلاف خواسته ایشون صحبت بکنه میگه طرفدار آمریکاست و چون طرفدار آمریکاست وطن فروشه. ولی خود ایشون که برای روسا و حالا برای چینی‌ها سینه میزنه دقیقا وطن خواست. خیلی تجاوره که یک کسی، هر کسی با او هم عقیده نیست، بلافاصله برچسب خیانت و وطن فروشی بزنه، جز به خودش فکر نمی کنه. تمام اینا که ایشون میگه وطن فروش، اینا ممکنه به او بگن. به هر حال ایشون هم یه ادعای دیگه کرده، اومده بازی با کلمات. گفتم کسی که در هر صحبتی استاتاش 20 تا کتاب و اسم برو سی تا آدم اسم برو اگه گذشته و امروز و احتمالاً آینده، پیدا کرده که این قرارداد نیست اون چه بین جمهوری اسلامی و چین داره برقرار میشه، منعقد میشه، بسته میشه. این تفاهم نامه است. اولا تفاهم نامه اینجا معنی نداره مگر اینکه دوتا آدم با هم دعوا بکنن، اختلافشون ادامه پیدا کنه، دوستانی پیدا بشن به اینا بگن آقا بیا سر این دشمنی رو تمام، یه تفاهم نامه با هم دیگه داشته باشیم، اصلا معنی نداره. ولی اگر هم معنی داشته باشه، تفاهم نامه با قرارداد، با پیمان، با نمیدونم اینا هیچ فرقی نمیکنه، جز اینکه ایشون داره بازی با کلمات میکنه و از میهن جدیدش جانشین میهن روسیه شده برایشون داره دفاع میکنه و همینطور چیزایی میبافه و چیزایی ادعا میکنه که از یه عقل سلیم تعجب آوره. گرچه یه بارم گفت بنی صدر مشاعرش از دست داده، یه توهینی به بنی صدر کرد، بنی صدر یه اون تعادل نداره یا مشاعرش از دست داده. این به گمان من بیش از هر کسی شامل حال خودشو میشه که این همه ضد و نقیض صحبت میکنه، این همه ضد ایرانی صحبت میکنه، یک کلمه حاضر نیست به جای ایران بگه جمهوری اسلامی. حتی به شوخی میگم اگه 20 میلیون پول نقد، 20 میلیون دلار یا یورو بهش بدی، آقا اینو بگی، نگو ایران، بگو جمهوری اسلامی، پول برس میگرده. میگه نه، من جمهوری اسلامی نمیگم و میگم ایران. خاتمه میدم به صحبتان، صحبت ها زیاده ولی در برنامه های آینده صحبت میکنیم و من مطمئنم با این همبستگی و با این مبارزه بدور از خشونت ما خیلی کارا میتونیم در آینده انجام، یعنی ملت ما میتونه انجام بده که شاید ما شاهد این موفقیت ها باشیم. به خدای بزرگ میسپارمتون، آینده ایران.